سه حافظ فال نکو آمد مجده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد هل برین آمد فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد کار دل سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینا شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها خال تب گل ببین بر تن پروانه ها ناشدن از کهنگی موسم شیدایی است در تن و جان بهار روح اهورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی است فرصت مجنون شدن از جلده لیلایی است ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن یه گم گشته یه زیبایی هست بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از ره سرمک بزری هم به سراپر به یه شهناز کن نوروز بمانید که ایام شمایید آغاز شمایید و سرانجام شمایید این صبح نخستین بهاری که به شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید این دشت تراوت زده این جنگل هوشیار این گنبد گردنده دوار شمایید خورشید گر از بام فلک عشق فشاند خورشید شما عشق شما بام شمایید نوروز کهنسال کجا غیر شما بود افسانه جمشید و جم و جام شمایید ایام به دیدار شمایند مبارک نوروز بمانید که ایام شمایید سلام عرض می کنم خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند که ممکن از هر جای این کره خاکی این برنامه نوروزی رو ببینید. این برنامه حاصل تلاش 3 گروه دانشگاهی از 3 نقطه کانادا از شرق و غرب و وسط کانادا است که گروه های دانشجوی دانشگاه تورنتو، کلگری و بریتیش کلمبیا که در ونکوور واقع شده این برنامه رو تقدیم حضورتون می کنم. من مبین میریان از تورنتوی اونتاریو با شما صحبت میکنم و الان که با شما حرف میزنم تقریباً 8 ساعت تا عید 1400 باقی مونده بریم با هم تبریک بچه های کلگری رو داشته باشیم میلاد جان سلامم به باران و آینه باد به دلهای خوشرنگ و بیکینه باد سلامم به نوروز و فصل بهار به یاران و امروز و دیرینه باد سلام سلام سلام
هزاران درود و سلام بر محضر پرمهرتان. خیلی ممنون مبین جان بابت شروع پر انرژیت. من میلاد هستم و صدای من رو دارید از شهر کلگری در استان آلبرتای کانادا و به نمایندگی از همه بچه های پرژن گالف کلاب ملقب به PGC از دانشگاه کلگری خوش آمد میگم بهتون و نمیدونین چقدر خوشحالیم که امروز در واپسین ساعت‌های سال 99 در کنار شما هستیم و برای رسیدن سال نو لحظه شماری می‌کنیم. پس با ما همراه باشید تا بریم شهر ونکوور و خوشامدگویی گرم دلارام جان رو با هم بشنویم. مرسی میلاد. سلام، من دلارام شجاعی هستم از UBC Persian Club در ونکوور. چقدر حیف شد که امسال نتونستیم برای نوروز و چهارشنبه سوری کنار هم باشیم. ولی من امیدوارم که سال دیگه این فقدان دور هم نبودن رو بتونیم جبران کنیم. من از طرف همه بچه های UBC براتون آرزومندم که برنامه خیلی عالی داشته باشیم. بریم و بریم. ممنون دلارام جان. اجرا و رقص نوروزی رو تو اول برنامه دیدیم. حالا میخوام بهتون بگم تو طول برنامه قرار شاهده چه سورپرایز ها و برنامه هایی باشید. اول استاد محسن نامجو برامون یک قطعه موسیقی ویژه ضبط کردن. از گروه دالبن اجرایی خواهیم داشت و مسابقه تالنت شو، استعدادیابی ایرانیان کانادایی که برای خودش منحصر به فرد. قرن جدید ما رو به اون واداش که نگاهی کنیم بر آنچه گذشت بر جامعه ایرانی در کشور کانادا در 100 سال گذشته. برای همین مستندی تهیه کردیم به نام 100 سال در کانادا که در اون به تاریخ ایرانیان کانادا در 100 سال گذشته نگاه می‌کنیم و اون رو بررسی می‌کنیم. برای تهیه مستند به اسناد تاریخی رجوع کردیم، با افراد مطرح کامیونیتی ایرانی صحبت کردیم و تاریخ شفاهیمون رو از زبان اونا شنیدیم و به داده‌های تاریخی هم رجوع کردیم. نوروز اتن پیروز. Happy نوروز. Happy New Year to all members of the Farsi and other communities celebrating this important and ancient tradition of New Year's, which goes all the way back to the ancient civilization of Persia and has, of course, been embraced by so many cultures around the world, including here in Alberta and in Canada. It's a wonderful opportunity for me to say thank you to our strong and vital Persian and Farsi community. My best wishes to everyone celebrating Nowruz here in Ontario and across the world, meaning new day. Nowruz marks the first day of spring and the new year on the Persian calendar. It emphasizes renewal of life and promotes the values of peace and solidarity between communities. Nowruz Mubarak. Hi, Mayor John Tory here, wishing a happy Nowruz to everyone celebrating. While most commonly known as the Persian New Year, Nowruz, as you know, is in fact celebrated by 300 million people around the world and by hundreds of thousands with a number of different nationalities right here in the city of Toronto. Hello everyone, I'm Linda Buchanan, the mayor of the city of North Vancouver. Thank you for inviting me to participate in the virtual celebration for Persian New Year. This past year has been extremely challenging, but this is a time for friendship, connection, and renewal. I wish you all the best in this new year, and I sincerely hope we can be together for the next Nowruz. On behalf of Mayor and Council, Nowruz Mubarak. Hello, I'm Nahid Nenshi, Mayor of Calgary, wishing everyone with the Persian Gulf Club at the University of Calgary and all the Iranian student associations a very happy Nowruz. Nowruz Mubarak. Happy New Year. Thank you.
صرافی میلیون با بیش از 10 سال سابقه در خدمات ارزی در حال فعالیت است. در حال حاضر در دو شعبه داونتاون تورنتو و دیگری در ریچموند هیل با امنیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خدمات ارزی در خدمت شما عزیزان است. امکان دریافت وجه از ایران و واریز به کلی حساب‌های بانکی در کانادا و بالعکس، امکان ارائه خدمات در اقصی نقاط جهان، انجام تمامی حواله‌های دانش آموزی و دانشجویی و انجام حواله‌های تجاری. ممنونم از ناز دنس گروپ برای اجرای بی نظیرشون. الان میرسیم سراغ برنامه استعدادیابی یا نوروز تالنت شو. این برنامه منحصر به فرد یک برنده به رأی مردمی خواهد داشت و سه برنده که توسط داورامون که همشون در پرژنز گاد تالنت اجرا داشتن انتخاب خواهد شد. بریم با داورامون آشنا شیم. شما مخاطبان محترم، خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم یه گاد تالنتی درست کنیم برای بچه های نورت امریکا. تو این تالنت شو که برای نوروز هم هست، از بچه های نیویورک داریم، کولومبیا داریم، از تورنتو، ونکوور و کلگری و برای داورا از کسایی که بسیار خوش درخشیدن توی پرژاز گاد تالنتی که همه تو مشاهده کردیم به عنوان داور دعوت کردیم و لطف کردن منت بر دیدگان ما گذاشتن و این دعوت ما رو پذیرفتن. سه بزرگوار جان، اشکان جان، میلا جان و حکیم جان رو داریم. من اول میخوام از اشکان جان که از سوئد هستن شروع کنم. سلام اشکان جان، خوبی؟ سلام به شما و سلام به همه بینندگان و شرکت کنندگان خوب این برنامه. مرسی از شما که این تلاش رو کردین و این برنامه رو گذاشتین. خیلی به نظر کار جالبی میاد و خوشحالم که ما رو دعوت کردین و ما رو قبول داشتین. نوروز هم پیشا پیش به همتون تبریک میگم. قربون شما، مرسی، ممنون. میلاد هستش از آلمان، خوبی میلاد جان؟ سلام عرض بکنم خدمت شما و همه تو بینندگان این برنامه و ایرانی های سراسر دنیا. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم و به قول آقا اشکان نوروز و پیشاپیش بهتون تبریک میگیم و امیدواریم که همه چی واسهتون خوب و شاد و خوش و خرم باشه. قربان شما، مرسی. حکیم جان سلام، خوبی عزیزم؟ حکیم تو تورنتو همشهری ما هم هست، خوب هستی؟ بله، خیلی ممنون. من خیلی مشتاقم، خیلی خوشحالم که تو این برنامه ما رو دعوت کردی و به پیشاپیش به همه بچه‌های یو اف تی و همه ایرانی‌های دنیا نوروز و تبریک بهتون میگم. مرسی، ممنون، متشکر. یه سوال خیلی کوچولو، کلا مثلا عید نوروز که میاد یاد چی میافتین و مثلا عید نوروز چه حال و هوایی بهتون میده؟ اشکان جان شما بگو برامون از نوروزه. بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی دیگه. بوی به هر حال نوروز برای ما که اومدیم سال خارج از ایران داریم زندگی میکنیم و با اون ما که یه خورده قدیمی تر هستیم به قول معروف، اون نوروزهای قدیم قدیم هم هنوز بیشتر یادمون اون عیدی گرفتن ها و اون عشق و حالایی که فامیل با هم دور هم همه داشتیم. فامیلا بزرگتر بود، هم دیگر رو بیشتر میدیدن ملت، اونا رو بیشتر یاد من میاره. و چقدر اینکه نوروز تو بچگی شیرین تر بود و توی جوونی نوجوونی قدر روزاتون رو بدونین، هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. مرسی میلا جان، شما چطور؟ از نوروز بگو. شو بخوام بگم نوروز همیشه واسه من مثل یاد و ایام بچگی بوده، چون هیچ وقت دیگه بر نمیگرده، هیچ وقت تکرار نمیشه و دقیقا من فکر کنم بهترین خاطره هر آدمی خاطرات بچگیشه، چون هر چقدر که بزرگتر میشی سخت‌تر میشه. هیچ وقت دیگه اون حال هوای عیدی گرفتن واسه به وجود نمیاد، هیچ وقت اون حال هوای تعطیلی مدارس و شادی بعدش دیگه واسه به وجود نمیاد. الان تو این سن سال دیگه تا تعطیل میشیم میخوابیم، مثلا استراحت کنیم.
خیلی بیشتر کیف میدم. ولی آره واقعا همینه، بوی خونه مادر بزرگ و اون خوشوبشای مهمونی و شادی ها و خنده ها بود که هیچ وقت دیگه اونها تکرار نمیشه. ولی به قول وسطی بازی کردن ها، آره وسطی ها واقعا چیز. آره به هوای ایدی میرفتی که میگفتی الان یه 5000 تومانی یه 10000 تومانی میگم 100 تومانی بهت میدادن، بعد میرفت خونه بعدی جبران میکردی. من ایدی 10 تومانی 20 تومانی میگرفتم، 5 تومانی 10 تومانی هم میگرفتم. اونقدرم پیر نیستم ولی خب موقعی بود. به نظرم جالبه برام حکیم چه خاطری از نوروز داره. آره حکیم. خب متاسفانه مثل شما خاطره ای از بچگی در ایران ندارم که شما داشتین، مخصوصا زمان نوروز و اینا. ولی یه خاطره خاصی که من دارم از نوروز این بود که فکر کنم 10 سالم بوده و شب چهارشنبه سوری بوده و من ویولونمو گرفتم، ویولون زدم، بعد رو آتیش پر کردم. آره گفتم، من دیدم که ویولونمو دارم، بعد چیز چهارشنبه سوری بوده دیگه، من همین دیگه این فکر به ذهنم رسید. چه واقعا کار باحالی کرد. معمولا همیشه بعد خوندن میکروفونو میندازن. حکیم بیاد دراپ دم ویولونو. برای من خیلی جالبه، حکیم واقعا یه کردیت داره کارش. من اینجا بگم الیور مهدی حکیم که واقعا خوش درخشی توی باتنس. من خودم اونجا بودم، منتظر بودم زرف بگوشه که انجام بزنن این گلدن بازه رو و نزدن و من خیلی تعجب کردم. بچه بسیار خوب، خوشحالم که با شاشنا شدم با میداد عزیز. همینطور من وقت میداد اونجا ندیدم ولی مهدی الیور اونجا دیدم و از این واقعا برای من خیلی جالبه. کسی که توی آمریکا به دنیا اومده، بزرگ شده توی این به تا این همه ساز رو میزنه و از اون مهمتر ردیف های آوازی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی. اصلا عالی هستی تو، خیلی لطف داری، خیلی لطف داری. قول ایرانی دمت گرم، قربون همتون. تورنتو همه افتخارمون حکیم دیگه، یعنی هنرمند تورنتو. واقعا از هر پنجه که بگم شما خیلی لطف داری واقعا. حالا از صحبت گاد تالنت هم شد، خود پرجاس گاد تالنت برنامه اصلی، خاطره ای چیزی تو ذهنتون هست توش دوست داشته باشین بگین، اتفاقی افتاده مثلا پشت صحنه، استرسی داشتین، اگه چیزی هست میخوای اشکان شما میخوای شروع کنین، چیزی تو ذهنتون هست الان؟ حالا من گفتنی ها رو گفتم، میخواستم دیگه راجع به این گاد تالنت دیگه صحبت نکنم جایی. آره خاطرات خوبش، خاطرات خوبش برای من واقعا یکیشو بگم، آشنا شدم با همین حکیم جان عزیز بود، کلی خاطره مون اونجا و اینی که یه کاری انجام دیه، خاطره رو جا گذاشتیم که وقتی خیلی خیلی دوستان که نگاه میکنن، خب بخش خودم میگم همه عالی بودن. برای خود ما جالب این بود که مثلا خیلی توجه گرفت، بیننده ها زیاد نگاش کردن و هر کی هم مثلا تماس میگیره میگه 10 بار این ویدیو رو ما تا دیدیم خسته نمیشیم. یه کنسپت قشنگی تونستیم اجرا کنیم و دستگاه نشون بدیم که ستا خواننده هم میتونن کنار هم دیگه وایسن بخونن. این چیزی بود که انجام شد، سالها بود انجام نشده بودی خارج از کشور حداقل توی همچین مسابقه. دقیقاً میلاد جان شما من خاطره خوب دارم، خاطره بد دارم. خاطره بدش اینه که من شدیداً گلوم خوش بود و چون نفر اول این اتفاقات بودم، یعنی به عنوان نفر اول اوپنینگ رفتم بالا و هیچ گونه آبی اونجا نبود تا لبسن این که بخوام بخورم، گلوم خوش که خوش. بعدش هم که رفتم بالا یه جوری کیبوردم به لپتاپ وصل شده بود که اون کار میکرد ولی پدال ساستین هم کار نمیکرد. که اگه تو ویدیو هم نگاه کنی یه جوری که دارم میزنم میخوام عوض کنم، یه جوری پایین نگاه میکنم دیگه، حالا بالاخره یه جوری جمعش کردیم. ولی خب نه همه چی خوب بود، من هم دوستان خیلی زیادی توش آشنا شدم و اینکه خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، اول از همه مردمی که دیدن دوست داشتن همه جای ما رو، همه جای به قول خودشون ابیز رو و اشکان رو و دوستان گلمون رو اونجا و همه جای حکیم رو، به خاطر اینکه انقدر به شدت این آدم خوب ساز زد، کلامی نخوند ولی انقدر خوب ساز زد که همه انگوش به دهن موندن و واقعا خوشحالم از این که با همه دوستان آشنا شدم و مردم دوست داشتن. دقیقا واقعا. حالا حکیم جان صحبتت هم شد، بگو عزیزم، شما بگو از اون خاطرات. اولا دوستان حکیم برنامه تجلیل و تشکر از توه.
اما خواستم از شما تشکر کنم. خب خاطره خاصی از اون برنامه وقتی ضبط کردن؟ من تنها چیزی که من یادم این که من خیلی استرس داشتم و همون قبل از اجرا و وسط اجرا واقعا توی اصلا ذهنم یه جایی دیگه بوده. وقتی من سازمو زدم و فهمیدم که برای مثلا داره پخش میشه، دوربین اونجا بوده و برای این چهار نفر ابی و مهناز افشار و آرش و نازنین دیگه، واقعا خیلی استرس گرفتم. ولی هم استرس هم حس خوب بعد وقتی اجرامو تموم کردم، بعد مردم دست زدن و این چیز داور نظرشون دادن، دیگه استرس هم دیگه از بین رفت. خدا رو شکر خیلی هم خوب. ولی میگم هم توی که گفتن هم حکیم جان تو که خیلی خوب زدی، همه تعریف کردن، ولی اشکان جان اون ابی که خوندن خیلی واقعا قشنگ و زیبا بود، همینطور هم میلاد جان اون که خوندن خیلی خیلی زیبا بود. حالا من خودم اینا رو با مامانم میدیدم، مامانم که اول همش میگفت چرا اینا لباساشون یکیه داورا، این چیزی بود که همش هر روز میگفت. بعد غیر اون اتفاقا اجرای شما رو خیلی پسندید و چون حکیمم از قبل من دیده بودم، گفتم این دوست منو میشناسمش و اینا، و بقیه هم همه میگن واقعا دیگه اصلا مومن جان خوبیش به اینه که واسه یه هنرمند، یعنی کلمات واسه هنرمند، خوبیش به اینه که کاری که میکنه، چون ما برای مردم این کار رو انجام میدیم دیگه. وقتی مردم تو رو میفهمن، وقتی حس تو درک میکنن، وقتی لذت میبرن ازش، واقعا تو مرحله اول بقیهش مهم نیست. یعنی تو وقتی چشمتو باز میکنی بعد از اجرا و میبینی که مردم بلند میشن، مردم دوست داشتن، یا حتی کسایی که بیرون این ویدیو رو دیدن بعدم ضبط شده شو دیدن، برای همه دوستانو دارم میگم، و مردم راضی بودن، این بسه. میدونی تو وقتی حالی که میخواستی رو به مردم انتقال دادی و مردم اون فیدبک رو بهت برگردوندن، به نظرم این خودش بزرگترین پیروزیه. دقیقا عالی. مرسی مرسی ازت. تو من سوال آخرم دارم قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، که کلن چند وقت توی این زمینه کار میکنی؟ حالا برای بقیه یه سری از دوستام که شاید ندیدن گاد تالنت، تو چند وقت تو این زمینه هستین؟ از چند سالگی؟ حالا اگه جدیده به چه شکله؟ و اینکه دارین به شکل یه حرفه بهش نگاه میکنین یا در کنار کاراتون هست؟ اشکان جان شما بفرمایید. در حال حاضر به صورت حرفه نیست که بخواد به قول معروف منبع درآمد باشه، من کارم چیز دیگه هست، ولی خب موسیقی هم دیگه به قول معروف تولیدش و اینا، در سال یکی دو سه تا آهنگ مثلا تولید بکنم اینا باشه. ولی خب قبلا از 7 سالگی من کارم خوندن، از 5 سالگی در حقیقت کار موزیک و در حال خوندن و کلاس های آواز و اینا همه بوده. اون زمان هم ایران زمان ما جایی نبود به جز مثلا رفتن تو عروسی ها برنامه اجرا کردن، و این کار رو کمال افتخار رو انجام دادیم. و چند سالی هم توی دبی من خوندم، تاجیکستان بودم، دوباره تو ایران فعالیت میکردم و فعالیت موزیک. و بعد از مهاجرتم به سوئد یه خورده اجرا خوب داشتم، اجرا زیاد داشتم سالهای اول، ولی خب بعدش یه خورده کناره گرفتم و به زندگی و جا افتادم توی محیط جدید رسیدم، و الان دوباره یه 2-3 سالی از شروع کردم کارهای انجام میدم. و خیلی عالی. میلاد جان شما چطور؟ من یه ذره زندگی پرفراز و نشیبی داشتم، ولی از نشیبش براتون میگم، فرازشو زیاد نمیگم. من تقریبا فراز که خوبه. فرازهایی که ما تو ایران کشیدیم به خاطر پیشرفتش انقدر توی سختی داره که آدم یادش میاد ناراحت میشه. ولی من تقریبا 15 سال موسیقی کار کردم و خب صدا برداری کردم، استودیوهای خیلی بزرگی کار کردم، با دوستان خیلی خوبی کار کردم تو ایران. ولی از زمانی که اومدم آلمان، خب من اینجا درس آیتی خوندم و الان هم در حال درس دادن آیتی توی دانشگاه هستم. یعنی الان موزیک به عنوان شغل اصلی نیست، ولی خب هنوزم به همون مقدار روش انرژی میذارم، زمان میذارم، ویدیو درست میکنیم، موزیک میسازیم، و خب همه اینا الان تقریبا آماده شده و برای پخش داره میره، که حالا منتظر داستان پخشیم. ولی در کل یه سابقه پشتش هست، ولی این سابقه لزوما برای این نیست که من الان بیام بگم من 15 سال پس خیلی خفنم، یا کسی که 3 سال داره کار میکنه نه اون اصلا آدم خوبی نیست یا اصلا نمیتونه، نه اصلا بحث این نیست. موسیقی حس، موسیقی درون، موسیقی ذاته، و
این سن فقط میتونه بگه که من مثلا چند تا اجرا بیشتر کردم، چند بار ساز بیشتر زدم، همین. والله هیچ گونه حسنی بر خوب بودن یا بد بودن یک نفر توش نیست. دقیقا درست فهمه، یعنی هر کسی میتونه اون ذوق رو حالا داشته باشه، ولی این شور و اشتیاق و تقریبا همه تو دلشون با واسه موسیقی کلن دارن. حکیم جان شما چه؟ حرف آخرم الان فقط بزنم، فقط به این دلیل که مثلا یک نفری هست که 20 سال کار میکنه، میشه گروهی که تازه بعد از 20 سال کلی نمیدونم طرفدار گرفتن و نمیدونم تهیه کننده گرفتن، کنسرت گذاشتن. یک کسی میاد بعد از 2.5 سال رکورددار تمام فروش‌های آلبوم دنیا میشه، موزیکای دنیا میشه، گرمی میبره. یعنی به اون ساله نیست، به اون کوالیتی خروجه. شما چطور حکیم جان؟ خب من تقریبا از 5 سالگی ویولون رو شروع کردم که ساز اولم بوده. بعدم مثلا از بچگی عاشق بیژن مرتضوی بودم، عاشق موسیقیش بودم، عاشق اجراش بودم. من همیشه فیلم روشو میدیدم، مثلا دیویدیشو میذاشتیم تو ماشین، همیشه وقت میرفتم مدرسه میدیدم. و من همیشه دوست داشتم عین مرتضوی ویولون بنوازم. و مثلا چند سال دیگه، 7 سالم بود پیانو رو شروع کردم، بعدش درامز، بعدش پرکاشن و دف و تنبک، این چیزا رو هم یاد گرفتم. اصلا تقریبا توی زمان دبیرستان بوده که من علاقه من به موسیقی ایرانی شدم و اون موقع بود که من بیشتر سازم رو جدی تمرین کردم، بیشتر به آهنگای ایرانی گوش دادم و اون موقع هم فارسی هم خوب شده، فارسی یاد گرفتم و بیشتر از شعر آهنگ فارسی من چیز حفظ می کردم و یاد می گرفتم، اینطوری زبونم اینطوری هم قوی شده. و الان که اومدم تورنتو، اومدم UofT برای Faculty of Music، میشه دانشگاه موسیقی University of Toronto، ولی وقتی برای اونجا اپلای کردم متاسفانه قبول نشدم، ولی یه فرصتی دیگه بهم دادن، یه آلترناتیوی دیگه بهم دادن به اسم مدیریت هنر، که فکر کردم این خیلی هم شاید بیشتر به درد من بخوره و خیلی خوشحالم که بالاخره رسیدم اینجا به تورنتو، که این همه فرصت‌هایی بهم برام پیش اومده، مثل گاد تالنت، مثل همین برنامه‌ای که نوروز که شما انجام دادید. و خوشحالم که، امیدوارم که فرصت های بیشتری و بهتری در آینده به سمت من بیاد. ما هم خیلی خیلی خوشحالیم و فارسیت هم واقعا خیلی خوبه، یعنی با اینکه ایران نمیدونم رفتی یا نرفتی، نرفتی ولی فارسیت واقعا خیلی خوبه، واقعا خیلی ممنون. مرسی. ما همه هم خوشحالیم از اینکه شما عزیزان رو داریم، شما هنرمنده عزیز رو داریم. بریم اگه مایل باشین ویدیوهای ارسالی که گرفتیم رو ببینیم، بعدش حالا شروع میکنیم به تعیین برنده و تحلیل هایی که شما عزیزان دارید. ما یه خوره با هم بحث کنیم ببینیم کدو کی و کیا باید اول بشن. Thank you.
که بومه خونمونو بر میدارم. شما داورای عزیز برین و برنده رو مشخص کنیم ما بریم سراغ ادامه برنامه. محسن نامجو از اون دسته از هنرمندایی که همیشه هوای ما دانشجو رو داشته. این سری هم برای نوروز یه قطعه ویژه واسمون ضبط کرده و یه تبریک نوروزی. سلام دوستان. این ویدیو برای عرض تبریک برای نوروز سال 1400 هست که سال خیلی، یعنی عدد خیلی عجیب و غریبیه از پس سال عجیب و غریب تری که هممون گذروندیم و طبق تبریکاتی که رسم از همه میگن بندم برای شما آرزوی سال خوش دارم، ولی این دفعه نه با طنز و شوخی. واقعا امیدوارم که سالی که در پیش رو است مثل سال گذشته نباشه. ما یه سری کارهایی رو هم آماده کردیم، یک در واقع نیمه آلبوم یا مینی آلبوم هست که فکر کنم یه قطعش برای سال تحویل و بقیهش هم تا همون حدود یکی دو هفته بعد از عید منتشر خواهد شد به صورت دیجیتال روی اسپاتیفای و جاهای دیگه. اسم آلبوم هست با 100,000 و این پیغام تبریک به ویژه برای دانشجویان ایرانی مقیم کاناداست و بلخص دوستانی که در واقع این ویدیو رو صحبت کردن و در واقع سفارش داده بودن، دوستان انجمن ایرانی دانشجویان سه دانشگاه یونیورسیتی آف تورنتو، یونیورسیتی آف کلگری و یونیورسیتی آف بریتیش کولومبیا. امیدوارم برای همتون سال خوبی پیش رو باشه. I'm Joseph Wong, Vice President International, and a professor in the Monk School of Global Affairs and Public Policy at the University of Toronto. As the Persian New Year approaches, on behalf of everyone at the University of Toronto,
I'm delighted to wish all those celebrating across Canada and around the world a healthy, happy, and prosperous Persian New Year. I hope that 2021 will be a year of healing. Happy Nowruz, and may all your wishes be fulfilled. Hello, everybody. My name is Susan Barker, and I am Vice Provost Student Experience at the University of Calgary. On behalf of the University of Calgary, I would like to recognize the important Iranian New Year celebration of renewal and nature. Nowruz Mubarak, everyone. Hi, everyone. I'm Demetrius Nicolaitis, Alberta's Minister of Advanced Education. It's my pleasure to extend well wishes to Iranian students and all those across Alberta and Canada celebrating Persian New Year. Nowruz gives us an opportunity to reflect on the past and to set goals and ambitions for the coming year, as well as to appreciate our loved ones. To all the members of the UBC Persian Club and students throughout Canada, on behalf of the University of British Columbia, I wish you all the best for the new year. I hope that you will be blessed in the year to come. Nowruz Mubarak. حس نوروز به ما حال و هوایی از آهنگ زیبای گذر از اردیبهشت میده. این اثر که از طرف گروه دال منتشر شده در سال 1395 به عنوان پرفروشترین آهنگ سال انتخاب شد. افتخار اینو داریم که اجرایی داشته باشیم متفاوت و بی‌نظیر برای اولین بار از گروه دال. از آن سوی شب می آیم باری از حسرت بردوشم خورشیدی پنهان در دستم آواز باران در گوشم مانده در بیتابی در شبی مهتابی قصه گوی تنها من روز و شب سرگردان در میان توفان ما
امیدوارم از دیدن مستند 100 سال در کانادا که حاصل تلاش چند ماهه تیم بوده لذت برده باشین. بچه های تیم مستند یه سورپرایزی هم برای ما دارن و اون هم مصاحبه ایست با حسین امانت. حسین امانت که طراح برج شهیادی آزادی هست، یکی از معماران و طراحان برجسته جامعه ایرانی است. با هم گلچین از این مصاحبه رو تماشا می‌کنیم. این مهمترین چیزی که از دانشکده یادمه اون حیات وسطشه که طرف دست راست می‌رفتی به دفتر و این حرفا، روبرو بعدها شد کافیتریا، قدیما نبود، بعدم درستش کردم. و این طرف جنوب آتلیه ها بودن که من یادمه من توی ساختمان اولی بودم، یعنی نزدیکترین به خیابون شاهرضا، حالا نمیدونم اسمش چی شده، و ما طبقه بالایی بودیم. دو تا سیهون زیر ما بود، قیایی بالا بود، من آتلیه قیایی بودم. یه حسن آقایی هم بود که شاسی ها رو کاغذ میچسبون بود رو شاسی ها. خیلی شخصیت مهمی بود که درش کردی نبود، نمیشد ما شاسی داشته باشیم و هرچی بخواییم بکشیم. بله، همه شون واقعا فکر میکنم خیلی محیط جالبی بود. من خیلی خوشبخت بودم. معماری که در ایران هست یک مدرسه بزرگ فراگیری برای همه معمار دنیا، نه فقط برای بچه های ایرانی و پشیز ایران. و شما که اینو میبینین و ازش فرا میگیرین، هر کار دیگه ای هم میکنین اوتوماتیک، یا اینکه بدونین که بخواهین در اون ظاهر میشه. به این ترتیب جواب شما اینه که من تصمیم نمیگیرم میخوام ایرونی کار کنم، اصلا خودش اینطوری میشه. شورای جشن‌ها درست شده بود برای برگزاری این جشن‌ها و یه شخص محققی جزء هیئت اداری یا تحقیقی این شورا بود به نام آقای بهمن فرحوشی که ایشون متخصص زبان‌های قدیمه مثل اوستا و این حرف هاست و ایشون این اسم شهیاد رو اختراع کرد. خیلی هم شخص ماهی بود، مثل همه اسکالران. تقریبا دو ماه طول کشید که من پروژم رو دادم. طبق معمولم شما معماری میدونید پروژه ها میمونه آخرین لحظه، به آدم همیشه عقبه. تا صبح کار کردیم، صبح هم بردیم تحویل دادیم. از اون به بعد من فکر میکنم کمتر از یه سال این نقشه های شهیاد رو آماده کردم. توجه بکنید که مهندس استرکچرش لندن بود به انتخاب خودم، و اینی که من هر روز باید ساعت قبل از ساعت 1 میرفتم پستخونه مرکزی تهران، میرفتم اونجا نقشه هایی که اونا فرستادن ما درست کرده بودیم یا چیزایی که تازه اضافه کرده بودیم، این پروسس کوردینیشن با استراکچر انجینیر، چون نه فکس بود نه از این امکاناتی که الان هست، غیر ممکن بود. اونها همین چی، حتی اکثر یه تلفن بود، تلفن خارجم که میخواستی بکنی بعد میرفتی تلفن خونه، اینطوری نبود که به تلفن خودت تلفن کنن ارتباط با خارج. مشکل بود، تلگراف بود و من تلگراف می‌زدم برای صحبتام با مهندس. میدونم که اون گنبد سفید تو هر وقت یه عکسی از اونم خیلی کثیف و چرکه و آب اومده، تعمیر نکردم این حرفا. اگر بخوان واقعا توجه کنن باید تمیز کنن اون گنبد سفید از زیر، اسکایلایت توش هم تعمیر کنن که از بالا بارون نیاد روش. این یه نمونه از بقیه کارا، نمیدونم تو اونجا نیستم. بله، وقتی که انقلاب شد اتفاقا خارج از ایران بودم، یعنی یه سفری اومده بودم لندن و
همون جا موندنی شدم تا ببینم تکلیف چیه، چون خیلی وحشتناک بود اخباری که میرسی. خب خیلی روزهای سختی بود دیگه و من لندن موندم. بعد تصمیم گرفتم برای یه پروژه‌ای که داشتم که اونم خارج از ایران بود، اومدم کانادا برای خرید مبل اداری و بعضی از مسائل دیگه‌ای که لازم داشت اون ساختمون. دوست عزیزم آقای فؤاد رفیعی که ایشون هم آرشیتکتن، اون وقت ونکوور بودن، قبل از من اینجا بودن. همینطور یه آرشیتکت دیگه‌ای که همکلاس خودم بوده، آقای مهندس فیروز عدم، ایشون هم اینجا بودن. و این دو نفر واقعا به من کمک کردن، به من و خانواده. فؤاد از همون ورود ما برای ما کمک کرد که ستل بشیم و فیروزم همینطور. من یه مدتی اصلا باهاش زندگی کردم و اون خانومش و همینطور فؤاد و خانومش همیشه یه منتی به سر من دارن برای این کمکی که کردم. ولی من فکر میکنم هنوزم اینقدر شناخته نیست جامعه هنری کانادا با، یعنی ایرانیان هنرمند کانادایی اینقدر شناخته نیستم. مثلا آقای تناولی سال هاست تو این شهر ما هستم، هنوز نمایشگاهی ندارم که توی یه مؤسسه مثل موزه ونکوور یا آرت گالری ونکوور از ایشون تقدیر بشه، در صورتی که یه شخصیت جهانی هستم. و فکر میکنم یه پریود خیلی نزدیکی خواهد بود که هنرمندای ایرانی بیشتر شناخته بشن تو کانادا. بالاخره به هر کاری مدتی وقت می‌خواد. ما اینجا نوروز رو خیلی عزیز می‌داریم و خیلی خیلی برامون مهمه، ولی حس نمی‌کنیم که نوروز اومد و رفت. در چیزی که تهران اینطوری نبود و خوب اون تردیشن رفتن و دیدن و دید و بازدید و اینا همه بود که اینجا هستن دیگه. اگرم هست خیلی کمه. و به همه ایرانی های عزیز نوروز و تبریک میگم. میدونین نوروز یه چیزی نیست که فقط ایرانی ها باید نگهش دارن، یه چیزیه که حقیقتاً هست و اینکه اول ایکوناکسه و اینقدر یه نقطه خیلی مهم طبیعته، وقت تولد تازه است و ما خیلی خوشبختیم که ایران یه فرهنگی داشت که نوروز رو به عنوان شروع سال و اهمیت به طبیعت و خیلی چیزهای دیگه که توی نوروز هست. بله. و علاوه بر اون اساطیر ایران و تاریخ ایران و ادب ایران، اینا همه با نوروز میاد برای شما. اینا چیزهایی که واقعا ارزش میده به ایرانی بودن ما و یه، یعنی ما این ایرانی بودن رو میخواییم شریک باشیم با همه دنیا. چیزی نیست که ما فقط بخواییم افتخار کنیم روش، نه، فقط حس میکنیم که خوشبختیم که توی همچین محیطی بودیم و این تاریخ رو میشناسیم و این سنت رو ازش اطلاع داریم و تا اونجایی که ممکنه میگشت داشتیم. به همه تبریک میگم. جای تبریک دارید. مبارکه.
سلام به همه شما از طرف دوستانم در گروه دال سال جدید رو تبریک میگیم به دانشجوهای عزیز دانشگاه تورنتو، یوتیران، دانشگاه کلگری، پرشن گالف کلاب و دانشگاه بریتیش کلمبیا. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و تبریک ما رو دورادور پذیرا باشید. به امید اینکه سال دیگه بدون ماسک و از نزدیک بتونیم با هم دیدار کنیم، ساز بزنیم و نوروز رو جشن بگیریم. سال گذشته خب برای همه ما، حتی نسلهای قبل تر از ما هم که سالهای بیشتری زندگی کرده بودن، سال به خصوص و استثنایی بود با شرایط به خصوص خودش، و من شخصا آرزو میکنم که ما بتونیم در سالهای پیش رو آدمهای بهتری باشیم، با انسانیتهای بیشتر، با توجه بیشتر به کره زمین، با توجه بیشتر به محیط زیست. در این حال برای خود ما که توی ایران بودیم، که خب فارغ از مسائلی که همیشه به شکل متفاوتی وجود داره، سال گذشته محدودیتهای خیلی بیشتری برای اجرای کنسرت، برای جمع شدن، ساز زدن، تولید کردن، ضبط کردن آثار داشتیم. ولی از اونجا که میگن که آدم باهوش آدمیه که بتونه خودش رو با موقعیت سازگار بکنه و در تغییر موقعیت‌ها زودتر در واقع برگرده به اون جای استانداردش و بتونه بهترین تصمیم رو بگیره، سعیمون بر این بود که بتونیم با توجه به همین شرایط هم اجراهای آنلاین داشته باشیم یا به صورت دورکاری با هم کار کنیم، موزیکی اگه دور تولید میشه، شعری اگه نوشته میشه، دورا دور به گوش هم برسونیم و آرزو میکنم که شرایط به حالت عادی برگرده و بتونیم این تلاشهایی رو که در سکوت و دوری این مدت داشتیم رو به نتیجه برسونیم و به گوش همه شما عزیزانم. ممنون از پشت صحنه جذاب گروه دال. حالا ببینیم که داورامون کدوم سه نفر رو به عنوان برنده انتخاب کردن. خب داورای عزیزمون این مدت داشتن پیدا میکردن که کدوم سه نفر خوششانس برنده گاد تالنت نوروزی ما میشن که با حمایت مالی صرافی میلیون هم ما توی سیم برنامه داشته باشیم. ممنونیم ازشون. بریم ببینیم که این مدت چجوری بود، ویدیوها چجوری بود، ویدیو ارسالی. میلاد جان نظر کلیت راجع به این ویدیوها چجوری بود؟ والا اولا خیلی خوشحالم که بچه‌ای که اون برای آبن، یعنی اون برای آب به خاطر اینکه آمریکا همیشه از بچه که اون برای آب بود، مثلا چه اروپا هیچ وقت اون برای آب نداره، آمریکا و اروپا و کانادا چه بنزین هم داره. آره بنزین داره. ولی خب دمشون گرم، واقعا خیلی باحال بودن و مرسی که ویدیوها رو فرستادن و مرسی که انقدر با عشق هم ساز زدن، هم خوندن، هم هنرشون رو اجرا کردن و هم دل و جرأت داشتن، چون چند تا دوستامون با دل و جرأت سری کار رو انجام دادن. واقعا دمشون گرم، چون واقعا کار هر کسی نیست خیلی از این اتفاقات.
و ماها مجبور شدیم که، یعنی ما سه نفر به عنوان داور مجبور شدیم که یه سری صحبت‌ها با هم دیگه بکنیم. خیلی سخت بود ولی خب دیگه به سری نتیجه‌ها رسیدیم. ولی دمتون گرم که انقدر باحال بودید، دمتون گرم که فرستادید. نوع برنده که مثلا بخوام میگیم خب فلانی برنده شد، فلانی دوم، فلانی سوم، واقعا مهم نیست. مهم شمایید که به خودتون اعتماد داشتید و ضبط کردید و فرستادید. این خودش یعنی برنده بودن. عالی، دقیقا همینطور که میگین درسته. مرسی ازتون. هم بچه حالا آمریکا بودن هم کانادا، امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. قبل اینکه حالا بریم برنده رو پیدا کنیم، حکیم جان لطف کردن، هنرمند همشهری ما، و یه قطعه از نمیگم اصلا قطعه رو، بریم قطعه رو داشته باشیم، میایم ببینیم که برنده ها چی میشن آخر. مرسی، ممنون از حکیم عزیز، لطف کردی، بسیار زیبا بود، لذت بردیم، واقعا عالی بود، مرسی مرسی. بریم حالا شروع کنیم ببینیم که آخر کیا برنده این گاد تالنت ما شدن. میخوایم از نفر سوم شروع کنیم. من توضیح کوتاه هم بدم که تقریبا 20 ویدیو ارسالی داشتیم و تقریبا اکثرا توی فضای موسیقی بودن، غیر یکی دو تا موردی که داشتیم، بقیه یا نوازندگی بود یا خوانندگی. حکیم جان بگو به ما نفر سوم کی بوده و بعد ببینیم نظر بقیه داورا راجع به نفر سوم چیه. حکیم ما خستش کردیم یه خورده، انقدر ما با هم جر صحبت کردیم الان یه خورده خسته شده. خب گفتم که نفر سوم رو انتخاب کردم که گروه شهریار و علی و فاطمه که میشن شرکت کننده های 12 درسته؟ بله بله، همین الان میخوایم بریم یه تیکه از اجراشون رو میبینیم. حتما. مرسی مرسی از این سه عزیز بزرگوار برای این
اجرای زیبایی که داشتن. خب این تصمیم همه داورا بوده. میخوام شروع کنم نظراتون رو ببینم چیه این اجرا باعث شد که نظرتون جلب بشه. میخوام حکیم جان شما خودت بگو چیه این اجرا نظرتو جلب کرد. خب اولا که اینا جدا جدا سازشون خیلی خوب زدن، معلوم که اینا سالها که کار میکنن، سازشون حرفه‌ای بودن و این که هم خیلی با هم هماهنگ بودن. من از این خیلی هم خوشم اومد و از کل اجراشون لذت بردم. عالی، مرسی میلا جان، نظرت چی بود؟ منم واقعا دقیقاً همون جوری که حکیم گفت، اول اینکه تک به تکشون خوب، برای خودشون نوازنده‌های حرفه‌ای بودن و اینکه کنار هم دیگه انقدر خوب ساز زدن و با حال ساز زدن، میدونی با حال و با جون ساز زدن و یه حس خوبی منتقل کردن. حالا علاوه بر اینکه تکنیکالی خیلی خوب بودن، حسی هم خیلی ازشون حس گرفتیم و با نوع سازشون و نوع نوازندگیشون و دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. آقا عشق، نظر شما؟ من همون نظر دوستان رو دارم، خصوصا نوازنده تار رو من دیدم خیلی تکنیکای سریع اجرا میکرد و اونا سخته به قول معروف، خیلی باید تمرین داشته باشن و هماهنگیشون هم خوب بود، روح داشته اجراشون، این خیلی مهمه. عالی، مرسی مرسی ازتون. تبریک میگم. دوم برنده دوم، یعنی شماره دومی که با نفر دوم میشه، میلا جان شما به ما بگو کی بودن، کدوم ویدیو بود؟ نفر دومو ما بر حسب صحبتایی که کردیم با دوستان، ما آقای پارسا رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه پارسا از شماره 15 ما، شماره 15 درسته، پارسا از دید ما، خب اولی که اینو بگم، بد رکورد گرفته بود، یعنی ما صدای ساز رو خیلی بیشتر از خودش میشنیدیم، ولی خب بعد از چند باری که گوش دادیم و خب خیلی روش ذره بیشتر زوم شدیم، جنس صدای بسیار خوشگلی داره و نوع ویبریشنش بسیار زیبا بود و خب حالا یه سری اتفاقات هست برای پخته تر شدن و اتفاقات خوب کاریش، ولی جذب کرد، باحال بود. اینم دقیقا میخواستم همین رو بگم که باحال بود اجراش، حالا با اینکه حالا صدا برداری حالا هر جوری که بود، ولی باحال بود. مرسی. بریم ویدیو پارسا و سنیفر عزیز رو یه دقیقه ببینیم. مرسی، ممنون ازتون. بازم بگی بری بازم ببینم تو، بازم ببینم تو،
من خوابم نمیبرم خونشی ولی میخوام بازم بگیرم دلم میخواد بیان دوستم داری بازم بگیر بره بازم ببینم تو من خوابم نمیبرم خاموشی ولی میخوام بازم بگیرم دارم میخواد یه دوستم داری بازم بگیرم ممنون و متشکر، واقعا زیبا بود. مرسی از پارسه عزیز. اشکان جان نظر شما چیه راجع به پارسه عزیز؟ پارسه عزیز کار درسته و با اینی که مشخصه شاید سالهای زیادی کار نکرده باشی، من نمیدونم چند سال داری کار میکنی، ولی همونطور که میلاد جان گفت صدات خاصه، خیلی تو اون جایی که میخونی صدات خاصه. من فکر میکنم با اگه رکورد بهتری بشه صدات قشنگی، تحریرات قشنگ بود، کنترل صدات قشنگ بود، با اینکه داشتی ساز میزدی میخوندی آهنگ تقریبا سختی هم هست، دوست داشتیم یه خورده اوج صدات هم میدیدیم بهتر میتونستیم تصمیم بگیریم، ولی توی همین چیزی که دیدیم ما به بیشتر اون استعداده، چون اسمشو گذاشتیم تالنت، ما داریم بیشتر اون قضیه رو در نظر گرفتیم، چون یه سری چیزایی تلنت واقعا نمیشه با تمرین زیاد کسبش کرد، باید داشته باشه آدم. به همین دلیل نظر ما این بود که در حقیقت ما میونه بقیه پارسا رو انتخاب کردیم به عنوان نفر دوم. مرسی حکیم جان، شما چی؟ بله بله، منم خیلی با صدای پارسا حال کردم، اون معلومه که صداش خوب بوده، ولی تنهای چیزی که من میگم کاشکی با کیفیت بهتری تونست اجرا کنه یا ضبط بشه، به نظرم خیلی بهتر میفهمیدیم صداش چطوری بود، ولی از همون تیکه که برامون فرستاده معلوم بود. من خیلی صداش خوب بوده و همین با گیتار زدم آکوردهای درست و اینا، من قبول داشتم از اجراش، خوشم اومده. مرسی مرسی مرسی، ممنون. بریم سراغ برنده خوششانس نفر اول. آقا اشکان شما بفرمایید که کی شد برنده، یعنی گاد تالنت نوروز بچه های نورث امریکا. یه خورده سخته که اینو بگیم به خاطر اینکه واقعا میگم زیاد بودن، بازم دارم میگم زیاد بودن از اینکه بخوایم انتخاب کنیم، خیلی همسط زیاد بودن، ولی بذارین اول من اعلام بکنم برنده ای که ما با توجه به همکاری که از کارشناسان دیگه گرفتیم به جز اینکه خودمون بودیم، چون برنده نفر اول کارش موسیقی نیست، کارش چیز دیگه بود و برای ما همین سخت کرد کارو و مجبور شدیم که از سه تا مشاور هم کمک بگیریم که کارشون اون رشته این عزیز بود، و میخوام اینجا اعلام بکنم که نفر اول این مسابقه شماره 9 اسم خانوم سمانه. خانوم سمانه، بریم ببینیم اجراشونو، بریم ببینیم.
ممنون سمانه جان، بسیار زیبا بود، بسیار قشنگ بود، مرسی ازتون. دوستان بگین چی شد که این اجرا بین این همه موسیقی که فرستاده بودن چی نظرتون رو جلب کرد تو این اجرا؟ اشکان جان شما بفرمایید. خیلی یونیک بود به نظر من، خیلی ها این کارو میکنن. یه خودم تون شده بود تو این ویدیو، البته قابل دیدن نبود، ولی مشخص بود که ببینید این جور نقاشی کشیدن، این اسمش اسم خاصی هم داره، من یادم رفت دوستم صحبت کردم، ولی یعنی واقعا باید استعدادشو داشته باشی، هم تمرین میخواد هم استعداد، ولی خیلی ذوق شدیدی میخواد این کارو کردن که تو بتونی حستو روی همچین چیزی پیاده بکنی. به نظر من خیلی حرفه‌ای کار کردم و کارشون قشنگ بود. اون حسی که باید انتقال میداد و داد، یعنی حتی به مایی که کارمون موسیقی و شاید نقاشی هم زیاد چیز نیستیم، ولی خب با توجه به مشورتی که گرفتیم از دوستانی که کارشناس هستن، اونا هم تایید کردن حرف ما رو. مرسی، ممنون. میلاد جان شما چی؟ دقیقا تو پیروی حرف اشکان میخوام بگم که خب خیلی کارشون خوب بود و چون ما صحبت کردیم، چون ما رشته اصلیمون نقاشی نیست، هنر اصلیمون نقاشی نیست که بخوایم خودمون نظر بدیم، پس به خاطر این صحبت کردیم با چند تا از دوستانمون و خب به نتیجه رسیدیم که واقعا خب کار خوبیه. و من یه چیز دیگر هم می‌خواستم بگم که این رشته کلا رشته نقاشی و رشته طراحی رشته‌ای که خیلی در حقش بی انصافی میشه و دیده نمیشه. یعنی من خودم خیلی از دوستان طراح و نقاشم تو ایران هستن که کلی گالری میذارن، کلی نقاشی میکشن و زحمت‌های بسیار فراوانی سرش میکشن و کارهای بسیار حرفه‌ای دارن، ولی در حد یک نگاه ساده که آفرین چقدر قشنگه از بغلش رد میشن و خیلی کم دیده شده این اتفاق. و مرسی از همان خانم که ویدیوشون رو فرستادن، هنر قشنگشون رو فرستادن و واقعا دست مریض داد. خیلی خوب. مرسی. حکیم جان شما چی؟ بله منم با حرفای میلاد موافق بودم که گفت مثلا آرتیست ها مثل اونایی که نقاشی میکشن متاسفانه زیاد دیده نمیشن. به قول میلاد همون میبینن چقدر قشنگ باید رد میشن. ولی واقعا من از کار اسمش سمانه، از کارش خیلی خوشم اومده، مخصوصا از این که دیدم واقعا کار سختیه، مخصوصا اینطوری که نقاشی کشیده انگار که با کامپیوتر درست کرده، ولی نه، این چیز دستخط خودش بوده، نقاشی خودش بوده و واقعا این یه استعدادیه و واسه همین رأی من این سمانه که اول. ممنونم از شما، لطف کردین بر دیدگان ما گذاشتین که اومدین شما و تبریک میگم به سه برنده این برنامه. ما یه برنده هم داریم که این برندهمون از آرای مردمی اومده، اجرای اونم بریم ببینیم. Stop at one. Have I just begun?
drive the bodies that live. Oh Lord, it gets me high. I think I'm gonna get in my fill. I've taken lives. Oh Lord, I don't let my baby down. I just wanna give her something to want. Gather all her key to see. تک به تک بالا مچی ولی باز پر در آوردن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آوازم مال منه حالا که هرچی صحنه و نقش منو صدام میزنه تو هم دست تو بده من بده من ما سطح روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من ما سطح روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من ما سطح روحی توی تن توی تن. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، خیلی خیلی خوشحالم. یه چیزی من اجازه دارم بگم، اینی که ما دوستان دیگه هم که کار فرستادن اینو حتما باید بگیم، چون اگه نگیم یه خوره بی‌انصافیه. کارهای خود یه سری کارا بود که کلن خب یه مقدار آماتورتر بود و تلنت خاصی هم توش نبود، ولی یه سری کارا بود که نمیدونم چطوری اومده بود جز این کار. یکیشون مثلا من بگم خوب بود به نظرم، دوست عزیزی که سازدهنی میزدن کارشون بد نبود. یه دوست عزیز دیگه هم بودن که سه تا ساز رو میزدن فکر میکنم کارشون خوب بود. یه خانوم دیگه هم بودن که پیانو میزدن تنهایی، شماره یه سه اسمشون رو یادم رفت. سبا. بله، آره واقعا ایشون هم حرفه‌ای بودن. یک نفر دیگه هم بودن که میخوندن، خوب میخوندن، تمیز میخوندن، ولی خب حرفه‌ای نبود که روی نمیدونم شماره باز چند بودن که روی عکس پاییز داشتن روش گذاشته بودن میخوندن. فکر میکنم نمیدونم شماره فکر کنم سحر رو میگی. آره ایشون هم خوب بودن، یعنی جا دارن کار بکنن، حتما سال دیگه بیشتر تمرین کنن و بیان، ایشون هم حتما شانس دارن. یه نفر دیگه هم بودن که میلاد خیلی دوست دارم فکر کنم بتونه راجبش توضیح بده. ایشون رو مود یه خورده نتونستیم جاج کنیم. آره یکی از دوستانمون بود، آقا هر جا که هستی سلامت باشی، این کاری که انجام دادی واقعا از تالنت فراتره. اینی که جامپینگ کردی از هواپیما، حالا یه هلیکوپتر، حالا با هر چی که اون بالا بودی، و خب یه مسافت خیلی زیادی رو خدا به همراه تو واقعا کار بسیار سختی. آره اونجا که فرود قشنگی هم داشتیشون، ما دوست داشتیم جزء تالنت اینا قرار بدیم، ولی این بیشتر جزء آدمای باطل و جرأت بعد قرارت بدیم، چون خیلی خوب بود. دمت گرم و تقدیر می‌کنیم ازشون. آره تقدیر می‌کنیم ازشون و دم همه دوستان گم. بازم ما میگیم، بازم بحث اتفاق برای نیست که ما اگر کسی رو به عنوان اول دوم یا سوم انتخاب کردیم که نه بقیه اتفاقی نبوده، نه اصلا بحث این نیست، بحث اینه که بهتر از بهترین ها انتخاب شد. درست. امیدوارم که همتون برای سال دیگه که اگر یه همچون برنامه بود، چه ما باشیم چه ما نباشید، دوباره تلاشتون رو بکنید و بهتر کنید کارتون رو، و قطع به یقین حالا نه تنها توی این برنامه، توی زندگی و توی روحیه و توی اعتماد به نفس خودتون خیلی تاثیر داره. مرسی، ممنون. حکیم جان شما قبل اینکه دیگه خدافظی کنیم صحبتی، حرفی، چیزی داریم به عنوان کلام آخر؟ نه. آلی مرسی، مرسی حکیم. یاد اونجا افتادم که گفتید از تورنتو تشریف رو بردی. مرسی عزیزم. ممنونم از تو. من فکر می‌کنم که اون قسمت از مصاحبه بیشتر معروف شده تا خود اجرا. خیلی روکم بود حکیم. قربونه. مرسی از تو. ممنونم ازتون. لطف کردین. قدم رو قربونه شما. موفق باشید. خیلی ممنون شما. خدا نگهدار. بازم پیشاپیش سال نو مبارک. خدا نگهدار. خدا نگهدار. نوروز شما هم پیروز.
قبل اینکه برنامه رو به اتمام برسونیم میخوایم تشکر ویژه بکنیم از تمام حامیان این برنامه. توی شهر تورنتو ایران کرافت گالری رو داشتیم که ایران کرافت گالری حامی ویژه این برنامه بودن و صرافی میلیون. میلاد جان از کلگری بگو. مرسی موبین جان، تشکر میکنم از حامیانمون در شهر کلگری، خانم زینا تقوایی مشاور املاک، آقای مجید زیایی مشاور امور بیمه و سرمایه گذاری، آقای مهرداد باگری مشاور املاک و آقای رضا جمالی امور تعمیرات ساختمان. بریم که تشکری هم داشته باشیم از حامیانمون در ونکوور از زبان دلارام جان. بله میلاد، حامی مالی برنامه ما رستوران خواهان بود از ونکوور، ما رو حمایت کرد برای برنامه و ما ازشون خیلی تشکر میکنیم. من امیدوارم که سالی پر از شادی، موفقیت و تندرستی داشته باشیم. بریم میلاد. مرسی دلارام جان، امیدوارم که بینندگانمون لذت کافی رو برده باشن. من هم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم و براتون سالی پر از مهر و محبت و دوستی و عشق آرزومندم. میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی میکند. ممنون میلاد جان. منم به نوبه خودم آرزو میکنم از این برنامه لذت برده باشین و سال 1400 سالی باشه سرشار از عشق و شور و محبت و اتفاقای هیجان انگیز براتون. به عنوان حسن ختام برنامه قطعه ای داریم از استاد محسن نامجو که برنامه ما افتخار اینو داره که این قطعه رو برای اولین بار منتشر کنه. خوشا که چو باران به من تو بباری، قسم به وفایی که من به تو دارم، قسم به صفایی که با همه داری، بیا و به خویش تو با من گذار. بر آینه ی دل نشست غبار، راز من بشنو حال من بنگر، که در دیدارم سنگین سنگین سنگین، در برم بازا چونین مگذارم، مرا بر خویشم غمگین 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 ها. بیا و به خویشم تو با من گذار، بر آینه ی دل نشست غبار، بیا و به خویشم تو با من گذار، بر آینه ی دل نشست غبار. برای میدن شست قباری، خوشا کش و باران به من تو بباری، قسم به وفایی که من به تو دارم، قسم به صفایی
که با همه داری بیا و بخیشم تو با مگذار بر آینه دل نشست غبار بیا و بخیشم تو با مگذار بر آینه دل نشست غبار. تصویر خوبه، صدا خوبه، خانواده خوبه. یک ایا از رو کلم رفت. از